سلام، به جلسه امروز خوش اومد. تو جلسه پیش ما با مقداردهی متغیرها لایه یادآوری روشن انجام شد و با فیسترینگ هم آشنا شدیم، یه تمرین ازش حل کردیم. تو جلسه امروز هم قراره یک تمرین دیگه از فیسترینگ ها حل بکنیم. تمرینی که این جلسه میخوایم با هم حل بکنیم به این صورت هست که فرض بکنید ما مثلا یک دانشجوی داریم، میخوایم یه سری اطلاعات رو ازش بگیریم، همه اینا رو با کمک فیسترینگ ها توی یک رشته قرار بدیم و خیلی جمع و جور و مرتب این اطلاعات این دانشجو رو بیایم نمایش بدیم و پرینت بکنیم. خب حالا این اطلاعات شامل مثلا اسم و مثلا شماره دانشجو و معدلش میتونه باشه. خب مثلا بیام چند تا متغیر تعریف کنم، مثلا به اسم نیم. همونطور که میدونید برای گرفتن ورودی ما از اینپوت استفاده میکنیم، پس میگم نیم مساوی با اینپوت. یه پیامی هم مثلا چاپ بکنم اینتر، مثلا نیم، شماره دانشجویش رو حالا به اختصار می‌نویسم ID، مثلا دوباره اینپوت، دوباره یه پیام انتر ID و در نهایت بیام مثلا معدلش اگه بگیرم GPA مساوی با دوباره اینپوت و انتر GPA. خب من اطلاعاتی که میخواستم رو اومدم از کاربرم گرفتم و حالا تو سه تا متغیر ذخیره کردم. فقط نکته که باید اینجا بهش توجه بکنیم اینه که معدل من قرار یک عدد باشه و نوع داده که حالا اینپوت ها همیشه برای ما ذخیره میکنن به صورت استرینگ، یعنی وقتی که شما یه اینپوت میگیرین از کاربرتون مهم نیست چی وارد بکنید، مثلا یه رشته اگه بخوام وارد بکنید سری کاراکتر حروف الف با، خب که اون رشته است. اگه یه سری عدد هم بخوایم وارد بکنید باز هم میادتون رو تبدیل میکنه به یک رشته، مثلا به این فرم مثلا ذخیرهش میکنه عدد 45، با اینکه شما 45 وارد کردید ولی اینو میاد به صورت رشته ذخیره میکنه. و ما برای اینکه بتونیم با این مقدار عددی کار بکنیم باید نوع اون رو از استرینگ به اینت یا حالا فلوت تغییرش بدیم. خب چطور این تغییر نوع داده ها رو می اومدیم انجام دادیم؟ می نوشتیم مثلا float و اون داده مون رو بین پرانتز float می نوشتیم. مثلا اگه من یه متغیر داشتم به اسم x و مقدار 5 توش تغییر شده بود، برای اینکه 5 رو به float تبدیل کنم می نوشتم مثلا x مساوی با float x. داده‌ای که داخل متغیر x ذخیره شده بود و برمی‌داشت به float تبدیل می‌کرد و دوباره توی ظرف x قرارش می‌داد. ظرف x رو با یه مقدار جدید پر می‌کرد. حالا من اگه می‌خواستم اینو به string هم تبدیل بکنم، str می‌نوشتم و همین ترتیب. خب پس من اومدم دادامو گرفتم، نوعش هم به نحو صحیحش تغییر دادم. حالا بیام اینها رو توی یک رشته جایگذاری بکنم و ادامه کار. خب پس من میگم که پرینت بکن. خب میخوام از fstring استفاده بکنم. اولین قدم استفاده از fstring ها گذاشتن پیشوند f بود و بعد دابل کوتیشن و حالا ادامه رشته. من چون به ترتیب میخوام این اطلاعات رو چاپ بکنم، پس میگم name و بین آکولات میام اسم متغیر رو میگذارم، پس متغیر name و بعد id و بین آکولات بینیسم ID و در نهایت معدل رو میخوام بینیسم GPA. خب پس من الان کار رو انجام دادم، یک خروجم از برنامه ببینیم با هم. اینجا اسم از من میخواد، مثلا من میگم صادق، شماره دانشجویی مثلا من میگم 1 2 3 و معدل رو هم مثلا میگم 18. خب همینطور که میبینید این سه تا مقدار متغیر رو از من ورودی گرفت و اومد توی این رشته که من برای خودم تعریف کردم جایگذاریشون کرد و حالا این رشته رو برای من نمایش داد در نهایت. یه حرکت دیگه که ما میتونیم با استفاده از fstring ها بزنیم اینه که ما میتونیم یه فرمت بندی انجام بدیم، یعنی اینکه مشخص بکنیم مثلا این مقدار عددی که من داخل
رشتم دارم جایگذاری میکنم، قرارش میدم تا چند رقم ارشد باشه. مثلا فرض بکنید اینجا دانشجو به جایی که معدلش رو بگه 18، مثلا بگه 18 ممیز 653 هزارم، خب 3 تا رقم ارشد داره. من میخوام حد اکثر دو تا رقم ارشد بیام معدلش رو بنویسم. ببینیم چطوری میتونیم این کار رو با هم انجام بدیم. من برای اینکه بیام تعداد رقم های ارشد رو مشخص بکنم، اینجا میام یه تغییر ایجاد میکنم، میگم که این و دو دهم مثلا میخوام تا دو رقم ارشد که ممیز نشون بده، میذارم دو دهم و یه اف هم اینجا میذارم. حالا یه اجرا بگیر از برنامه، دوباره اف صادق ایدی یک و معدل رو اندفعه مثلا میدم 18 ممیز 654 حالا هزار. بله همینطور که میبینید این معدل رو اومد برای من تا دو رقم ارشد نشون داد، سه رقم ارشد داشت ولی صرفا تا دو رقم ارشد شد برای من جدا کرد و توی رشته قرار داد و در نهایت رشته رو برای من چاپ کرد. این هم از یک کاربرد دیگه است اف استرینگ کار.